سلام دوستا امید که جور و باشین بازم به با یک ویدیوی آشپزی خوش آمدین امروز ما میخوایم به شما یک مرغ تندوری بسیار مزهدار آماده بسازم گرچه تندور نیست اما به جای تندور ما همین مرغ در دا داشت آماده دا میسازم و این یک مرغ بسیار لذیذ میه شما حتما یک بار امتحان کنین. به شما نمیشین و بسیار مواد زیاد هم ضرورت نیست و میتونید شما مرغ را روزانه پخته میکنین به شکل تندوری ایر آماده بسازین و خصوصا در میمانی و ایچیزاب میتونین از استفاده کنین و میشکل شکل آماده بسازین بسیار مزدار می و میمانه تان هم خوش میشن پس ابتدا کار که میکنم ما مواد لازم مرغ تندوری یا چکن تندوری را به شما معرفی میکنم مواد که ما ضرورت داریم عبارت است گوشت ران مرغ دو کیلو، کچالو چار عدد، مرچ دلمه رنگارنگ از هر کدام نیم عدد، بانجان رومی، مرچ سبز تازه و گشنیز تازه به خاطر تزین، سیر و زنجبیل کوبیده شده، یک قاشق غذاخوری، نمک، مرچ پپریکا، مرچ سرخ داندار، مساله تندوری، رنگ نارنجی غذا، زیره میده، گشنیز خشک،, گشنیز خشک، مرچ سیاه، غوره انگور، پیاز خشک و همچنان سیر خشک قدر ضرورت، سرکه دو قاشق قضا خوری لیمو یک عدد روغن قدر ضرورت بس ابتدا کار که میکنیم ما خود امیرانه مرغ پاک ساتره میشویم پوست خود پوست چربی دار که چربوش دور میسازیم و این به این شکل پاک میشویم و بعدا در یک کاسه آب اضافه میکنیم لیمو، نمک، سرکه آب لیمو و خود لیمو را هم به این شکل برش میکنیم و داخل ازی اضافه میکنیم و همچنان نمک و همی از اضافه کردیم تمام مواد خوب با هم مخلوط میکنیم البته آب سرد اضافه کنین بعدا ببینین مرغ به این شکل میگیریم و از این قسمت ابتدا قاش, قاش قاش قسمت هایش میکنیم و شما میتونین فلم رو ببینین و به این تمام مرغ رانه مرغ به این شکل قاش کنین تا همی خود مساله داخل از جای به جای شود بعد ببینید تمام مرغ داخل آب اضافه میکنیم و تمامش میشه داخل آب میمانیم و تقریبا نیره میتنین بر دو و یا که اگر شما میمونی داشته باشین میتنین که یک شب پیش به و میشه که لخته کده بانین تا بوی خود مرغ خون از بین بره و امی لیمو و سرکه و ای بخود اما تعمشه بگیره بخاطر که یک قاشق سیر و زنجبیل کوبیده شده داخل از این اضافه میکنیم داخل آب البته بعد از اینکه یک شب تیر شد بعد از او مایی را به این شکل در جالی مندازیم و صاف میکنیم بعدا تمام مسئله جات را که به شما گفتم از قبیل مرسی و مرسی سرخ خودمی مساله تندوری و همچنان پیاز خشک، سیر خشک و هر مساله که در خانه موجود باشه شما بگیرین و همچنان اگه تندوری باشه و حساب مسالهش ای آمادان پیدا میشه در دکان ایندیا شما تمام از زیر بگیرین با نمک یک جا خوب گد کنین البته روغن هم کم ضرورت داریم که پسان ضرورت میشه آل ما میگیریم ممی مرچ سرخ که کم دانه دار باشه و تمامش خوب به این شکل مخلوط میکنیم امی که تمام مساله جاد خوب مخلوط شد بعدا ما یک کاغذ چرب میگیریم بالای پدنوس میمانیم و مساله رو میگیریم و خود هر ران مرغ به این شکل مساله میزنیم البته باید قسم مساله بزنین که مساله در تمام ران مرغ جای به جای شود. به خاطر از اینکه قدر مسالش خوب تر ساده شود، به مو اندازه تمش تر میشه و همی که ایر مسله زدین بعدا ایر در یک ظرف اضافه کنیم و به میشکل شکل ما ادامه میتیم و تمام رانای مرغ با مساله مخلوط میکنیم به این شکل شما از مرچ داندار استفاده کنید مرچ سرخ داندار ای بسیار رنگ شما مقبول میه بعد از اینکه ایره تمام شما مساله زدیم یک اندازه مسالی که اضافه مانده داخل از فقط به اندازه دو قاشق خزاخوری روغن اضافه میکنیم و ایره خوب مخلوط میکنیم به این شکل ببینید این مسالی که از این مرغ اضافه همون بعدا توسط یک برسک میگیریم و می مساله را پشت روی خود ران مرغ بایی به با شکل چرب میکنیم و همچنان لیموی که شما داخل آب اضافه کرده بدن لیمو را هم میتونین با یک جای به می شکل وقت کختا بکنین با بانن بیشن ببینین دانه دانه تمام شد به می شکل ما چرب میکنیم خب حالا تمام رانه مرغ آماده شد سر از ایره پلاستیک میگیریم و ایره تقریبا بر دو ساعت استراحت میتیم تا کم امی مساله با خود امیران مرخ یک و تم از بیشتر بسازه شما میتونید در یخچال بانین و یایی که همینجا بانین و دو ساعت با دیره آماده میسازیم خوب دوستا ببینین آل تقریبا دو سپری شده و مرغ کاملا امیران های مرغ کاملا اختر شده ببینین به این شکل و تمام مواد به خود جذب کرده اول ده قسمت ما کاغذ فویل می گیریم به دو قسمت تقسیم می و به این شکل امی تمام رانای مرغ بالای کاغذ فویل قرار میدیم دیم. ای قسم قرار میدیم که به اندازه جالی باشه. و ایرا ما دادی کم تفت میدیم شما میتونین که ایره دو قاشق روغن اضافه کنین و بعدا تمام مرغا داخلش اضافه کنین و ایره بانین در حرارت بسیار کم تا ای آماده شوه ای کمک آب میکشه چون ما ایره در آب اخته کده بودیم و همو آبش میگیرین و پسان بازو هم ضرورت میشه و در صورت که به این شکل نکنین میتن در دیگ بانین با یک جالی که داخل دیک آب اضافه کنین جالی را بانین و مرغ به این شکل ما بسته بندی میکنم یعنی تو بسته بندی کنین و بالای جالی به این شکل قرار بدین از ما چون دیگه برقی است از او خاطر ما داخلش آب اضافه کردیم این خودش جالی داره و به مرغ هست و این به این شکل قرار میده و همچنان ما این در تقریبا 135 روشن میکنم و بر تقریبا 35 دقیقه ایره سی الا سی و پنج دقیقه میدنین دیره بانین و بعد از سی و پنج دقیقه خودش زنگ میزنه و آماده میشه خب حالا باید منتظر باشیم تا ای آماده شود خب دوستا اگه کلپ ما خوشتون آمد حتما لایک کنین با تر شریک بسازین و در صورت کدام سوال داشتین یا چیز را نفهم میدین میگه چه از من بپرسین خب در جریان ما کچالو را هم به چهار قسمت تقسیم میکنیم تمام کچالو ها را و در پاک سطر میشویم و داخل یک های اضافه میکنیم بعدا یک اندازه روخن تقریبا به اندازه دو قاشق غذاخوری همچنان مرچ سیاه و مرچ پاپریکا داخل از این میکنیم می کنیم و مرچ سفید اضافه می کنیم و این خوب مخلوط می کنیم ببینید من مرچ سیاه اضافه کردم حالا یک اندازه پاپریکا اضافه می کنم بعدا نمک اضافه می کنم و به تعقیبش مرچ سفید اضافه میکنم و اگر مرچ سفید نباشه مهم نیست اختیاری شما میتونید تنها مرچ سیاه نمک و مرچ سرخ اضافه کنین و یا مرچ پاپریکا و ما اندازه مرچ تازه مرچ پاپریکا و بنجرو میره هم اینجا ماندیم به خاطر تزیینش تمام کچولو را خوب با هم مخلوط میکنیم تا مساله با کچولو مخلوط شود میبینین آل خود همی تندوری گوشت تندوری مرغ آماده شده و حالا باز میکنیم قسم باز میکنیم به خاطر از اینکه یک اندازه موادش داخل همی فویل جای به جای میشه و یک کاغذ روی پتنوس داشت میمانیم کاغذ چرب البته بعدا امی خود رانای مرغ داخل ازی اضافه میکنیم تقریبا این 50% فیصد آماده شده تمام شاید به می شکل روی پتنوس قرار می ببینید این مساله را کاملا به خود گرفته بعدا کچالون را که ما مخلوط کرده بودیم با مساله ایره هم قرار میتیم و همچنان مرچ پپریکا، مرچ سبز تازه و خودم این بانجانومی میرم. داخل در دوره دور دور خود ران مرغ ما میچینیم و ای اختیاری است نظر به ای که شما خودتان چیر خوش دارین بالا ازی قرار بدین و دفعه فایل امی خود مواد اضافی ازی که بود ای را هم ما در کاسه یک جدا کردم ببینید در کاسه سفید ما جدا کردیم و ایر را در آخر, میگیریم و بالای ازی به با این شکل اضافه میکنیم امی روغنه خاطر که ای وقت ما ایره اضافه میکنیم ای خود امی مرغه یک جلایش میده رو داداش و رو ایره در داشت میمانیم و آماده میسه و شما میتونین مکمل امی تمام ترس تاییش و مواد لازم شد در دسکرپشن باکس هم ببینین و حال ببینین مرگتن تندوری کاملا آماده است و ای بسیار یک تم مزدار داره بعد از اینکه ای آماده شد شما میتونید همراه چتنی املی و یا چتنی املی و یا چتنی سبز هر چتنی که خوش داشته باشین ایره نوش جان کنین و حال ما در یک غوری ایره میکشیم البته میتونین گشنیز تازه و یا هر چیز که باشه داخل روی غوری قرار بتین بعدا مرغ بالای ازی بکشین همین مرغ تندوری را و این بسیار مزدار می باشه شما یک بار آماده بسازین حتما خوشتان می آید خب ای را تمام شد دغوری میکشیم و ای را می با نان گرم خانگی نوشجان کنیم و همچنان اگر نان گرم خانگی شما طریقی شیاد نداشتیم می تانیم در یوتیوب یا فیسبوک ما برین و تمام کلپ ها موجود است شما میتونید از اونجا طریق آماده ساختن نانخانا را ببینید خب آل ای کاملا آماده شده و به می شکل ای کشیم و تعزین می کنیم کمه و ببینین با نان خانگی این مزه از این دو چند میشه شما هم میتونین به میشکل آماده بسازین به میمانایتان و به فامیلتان و حتما خوششان میایه یک بر شما آماده بسازین همیشه بار بار کش میکنین آماده بسازین خب حالا من یک دانشه میگیرم و به شما نشان میتونم به اندازه ازی که چقدر نرم است و چقدر ملایم و چقدر خوبیش است من به شما کم توتر می کنم امرای دست بخاطر از اینکه شما بیتر بفهمین که هیچقدر نرم و خوبش آمدن. و شما میتونین از چتنی نهنا با ماست هم جور کنین امروزی از بسیار مزه میده ببینید به این شکل نرم و ملایم آمده. خوب دوستا اگه کلپ خوشتون آمده بود با دوستایتان شریک بسازین لایک کنین و در صورت که سوال داشتین از ما از طریق کامنت بپرسین حتما برتان جواب داده میشه خداوند یار و نگهدارتان باشه خدا آفز